سامانه کاکا هم شما سخنرانی میکردید اینجا، محتوای سخنرانیتون چی رابطه با این اقدام و تبانی که دولت سوئد با جمهوری اسلامی کرد در رابطه آزادی حمید نوری؟ بله، من یکی از اونا هستم که این تجمع را تشکیل دادم و فراخوان دادم براش و با ویدا و خانواده احمد رضا اینجا. معلومه من از این 8 سال، در این 8 سال، مدت 8 سال که احمد رضا زندانه، من چندین بار اولین عضو پارلمان بودم که تظاهرات و دبات و نمیدونم هر چندین بار وزیر امور خارجه را کشیدم توی پارلمان که جواب بده که لایحه نوشتم همه اینا. من میدونستم جمهوری اسلامی حتما گل میزنه، اینا گل میخورن، چون به هر حال این نشون میده که معلومه حمید نوری در دادگاه جهانی محکوم شده به جنایت که کرده که این رژیم جمهوری اسلامی داره میکنه این 45 سال. این یه حکمی خیلی دموکراتیک و خیلی عدالت خواهانه. این برای مردم ایران، برای همه دادخواهان خیلی مهمه که یادمون نره که حمید نوری تمام دنیا و جهان میدونن که جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت کرده. این خیلی مهمه برای ماها. ولی ما میدونستیم که من خودم میدونستم متاسفانه که این تعویض که اسمش تعویضه، به نظرم یه گلیه، به سوئدی میگیم کوهاندل، یعنی این اصلا دولت ایران که این دولت را بازم گل زد، چون همین نوری یه جنایتکار جمهوری اسلامی در سیستم سوئد بود، در زندان سوئد بود، و انسانایی مثل احمد رضا، مثل یه دکتر، یه انسان که واقعا به ایران کمک میکرد، به سوئد، به کشورهای دیگه، بر حال کارش اینه. برای سوئد باید میبایست خیلی مهم بود و همین که یه جنایتکار برای ایران مهم بود. خب الان فکر میکنید که راهکار چه هست؟ آیا این تجمعات رو اگر که برگزار میشه در خیابان مؤثر میدونید؟ خوبه که مردم ناراضی هستن، نشون بدن که ما اعتراض داریم، ما میدونیم که شما مثلا در مقابل یه دیکتاتور کاری نکردی که حداقل احمد رضا را آزاد باشه. اینا خیلی مهمه، ولی برای آزادی احمد رضا متاسفانه درا بنده شد، این در باز بود بسته شد. و فکر میکنید که آیا چه راه دیگری وجود داره برای اینکه دولت سوئد پاسخگو باشه به خاطر این عمل بیشرمانه؟ نه متاسفانه اونا خودشون میگن. دیروز امور وزیر نه وزیر امور خارجه نه، خود اولف کریستشون که نخست وزیر گفت ما سوئدیا را برامون مهمه جانی. و بر حال خیلی این از همه چیز وحشتناکتر بود که مثلا جانی احمد رضا مثل سوئدی نیست. یه سوال هم دارم، نمایندگان ایرانی تبار پارلمان سوئد به هر حال گفتن که اطلاعی نداشتن که از اینکه دولت سوئد این کار میکنه و دولت سوئد دور زده پارلمان. آیا شما در این رابطه توضیح داری؟ نه، اینا که عضو پارلمانن و همه حزب هم میدونن، میتونن برن شکایت بکنن، ازش بپرسن. کنستیتیشن اتسکوت داریم، از اونجا میتونن بگن آیا این میشه. معمولا این به قول خودشون میگن سایلنت دیپلماسی یا دیپلماسی پشت درها، همه چیز نمیگن متاسفانه. ولی امکان شکایت وجود داره که مثلا نماینده شکایت، ولی شکایت هم اینه که توضیح میده. توضیحش هم همین که امروز توی روزنامه رادیو سوئد گفت ما برای سوئدیا، اونایی که تبع سوئد دارن و سوئدی هستن، همه کار میکنیم که آزاد باشن. خب یه سوال پایانی، چطور میشه روی دولت سوئد فشار گذاشت؟ مثلا اختصاص دادن این گفتمان تو رسانه ها، تجمعات خیابانی، شکایت کردن،
چگونه میشه دولت سوئد رو تحت فشار قرار داد و همین الان که شما دارید میگید مثلا خود نمایندگان که مطلع نبودن برن شکایت بکنن، خب این خودش یه مسئله میشه دیگه در دولت سوئد. چطور میشه این فشار رو دولت سوئد اعمال کرد؟ دولت سوئد مثل دولت‌های دیگه اروپایی مسئله اقتصادی و بزنس از یوزل منفعت سیاسی و دموکراتی اقتصادی خودشون در نظر دارن و ایله خودشون خوب میدونن که ایران یک کشور دیکتاتور جنایتکار، جنایت میکنه هر روز علیه بشریت، علیه بچه‌ها، زندانی سیاسی، علی احمد رضا، همه میدونن. یعنی مردم سوئد هم اینو میدونن. میدونن چرا نمیدونن؟ همین که این جنایتکار حمید نوری که تمام روزنامه سوئد و جهان نوشت که چه جنایتی کرده، 2-3 ساله این داره هی میگن، 45 ساله داره روزنامه می نویسن، میدونن. ولی به هر حال این سیاستمداران دیگه همین که جنایت در ایران براشون مهمه، اینجا بزنس و کسانی خودشون برای بعد. هدف شما از برگزاری این تجمع چی بود؟ به هر حال که پشتیبان باشیم که مردم بدونن که همه ناراحتیم، همه داغ دارن، ولی ما هیچ وقت بی صدا نمیمونیم و ویدا و خانواده‌اش بدونن که ما پشتیبانشون هستیم، که مردم در ایران بدونن، در کردستان، در زندانه بدونن که ماها هیچ وقت نمیخوابیم، که من مثل یه سیاستمدار میتونم تاثیر بذارم، بچه دیگه میتونن تاثیر بذارن. خیلی مهمه که همیشه آدم باید امید داشته باشه. خیلی متشکرم از شما، خسته نباشید.